ساختمون جیپ وارتان ای که به سفارش شورلت ساخته شد و الان دست سایپاست سلام بچه خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه من احسانم و اینجا استودیوی تایم رسیم توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ ساختمون اداری جیپ که وارتان اونو توی سال 1123 تا 1125 در واقع تراحی و ساختش رو انجام میده و توی شهر تهران در خیابون اکباتان این پروژه ساخته شده این پروژه رو در واقع ما توی درس نقد معماری این ترم توی دانشگاه بررسی کردیم با ستا دوستان و حالا میخوام توی این ویدیو سعی کنم یک بخشی از این در واقع ارائه رو این پروژه رو بهتون توضیح بدم من فایل کامل این در واقع گزارشی که ما این پروژه نوشتیم رو هم براتون توی کانال تلگرام میذارم میتونید در این طریق هم متن کامل و جزئیات دیگه رو هم داشته باشید برای اینکه یه مقدار از کلیت این مطالب شناخت پیدا کنین ما توی حالا این گزارش اول از پیشینه و معرفی شروع کردیم و بعد به موقعیت و دسترسی ها و تازه رسیدیم به بررسی حجمی و منظر کلی این پروژه و سازماندهی داخلی این پروژه من توی این ویدیو بحث پیشینه و معرفی اثر و موقعیت و دسترسیهاش رو میخوام یه مقدار عبور کنم ازش و سریعتر وارد این بشم که خود پروژه رو دقیقتر از نظر فرمی بررسی کنیم و بیشتر به ساختار کلی این پروژه و پردازیم تا زمینه ای که توش قرار گرفته یه دلیلش اینه که خب این پروژه توی دوره خودش شاید میشده به بسترش دقت کرد و توجه کرد الان ما که مثلا 50 تا 70 سال ازش گذشته و خیلی شاید بررسی کردن موقعیت امروزیش توی اون موقعیت درست نباشه من زودتر میرم سراغ این که بیایم خود اون پروژه رو از نظر فرمی با هم دیگه بررسی خب بیایم سراغ خود پروژه و ساختار کلی حجم این پروژه رو ببینیم این معبر توی این سمت تو این سمت ما داریم نمای جنوبی این پروژه رو می‌بینیم و تو این سمت نمای غربی از این دو سمت پروژه در واقع با معابر اطرافش ارتباط داره دو سمت دیگه یعنی سمت شمالی و شرقی با همسایه ها پوشیده شدن حالا توی همین دو سمت ما میبینیم که معمار چه تصمیمی درباره این اتصال این دو وجه گرفته چه کارهای دیگه میتونست انجام بده اگر این دو سمت و این دو جبهه رو به عنوان با، به کمک یک خط میتونست اینا رو به هم دیگه وصل کنه و ما اون موقع خیلی راحت تر میتونستیم این دوتا صفحه رو این دوتا نما رو انگار از هم دیگه تشخیص بدیم حالت دیگه این بود که بیاد و با یک صفحه سوم اینا رو به هم دیگه وصل کنه و اون موقع ما میتونستیم باز هر دوتا از اینها رو تا حدی حد تشخیص بدیم و ولی این پخ کمک میکرد که ما یک صفحه دیگه ای رو هم ببینیم ولی حالتی که الان معمار توی این شکل کلی تصمیم گرفته دربارهش اینه که بیاد و این گوشه رو یک منحنی انگار ایجاد کنه یک حالت کروی ایجاد کنه و این دو صفحه رو به هم دیگه به این صورت پیوند بزنه اما خود این اتفاقی که توی این گوشه افتاده بچه ها از جنس یک صفحه به شکلی که ما اینجا نمایش دادیم نیست مثل یک فیلت نیست در واقع اتفاق اتفاق حجمیه این بخش خودش انگار یه هیکلی داره و این دوتا سفر اومده به هم دیگه وصل کرده صرفا یک خمیدگی روی نما روی یک سطح کلی نیستش باز خب این هم یه تفاوتهایی با اون حالت داره حالا بچه بیاید خود این حجم جنوبی در واقع این نمای جنوبی رو از یک زاویه دیگه بهش کنیم میتونیم به این اشاره کنیم که ساختمون انگار از دو تا بخش جدی تشکیل شده دو تا حجم کلی تشکیل شده بخش رو انگار یک بخشی که حالا اینجا با رنگ قرمز نشون دادیم و این بخشی که با رنگ سبز نشون دادیم دو تا ساختمونن که صرفا کنار هم دیگه هن صرفا چسبیدن به هم دیگه درسته میتونیم هم اینجوری بهش نگاه کنیم حالا این دو تا حجم که کمک کردن به اینکه این نمای جنوبی خرد بشه و به بخش های کوچکتر تبدیل بشه خیلی رها هم نشدن با یک سری عناصر پیوند دهنده و یک سری عناصر متمایز کننده اینا هم نسبت به هم بی ربط شدن هم با هم دیگه به خوبی ترکیب شدن بریم یه مقدار این عناصر رو بیشتر ببینیم و بشناسیم ببین توی این تصویر نه بچه ها پس ما یک حجم کلی داریم توی این سمت ما داریم یه حجم متفاوت تری به نسبت این بخش بیرون زده میبینیم که حالا ببینیم که چیا اینا رو به همدیگه وست کردن و چیا متمایز کردن اول ما میتونیم یک سری نوارهای افقی ببینیم که اومدن و تو بخش های از پروژه پروژه رو به همدیگه دو سمت ها رو و حتی بخش های میانی رو به همدیگه وصل کردن نگاه کنید بچه ها اینجا توی این بخش ما این کمربند این نوار رو داریم میبینیم توی این بخش دوباره داریم اون نوار رو میبینیم که حتی توی این میان هم تکرار شد خود این نوار پایین خود این کمربند پایین دور کل پروژه چرخیده حالا تو کل که میگم منظورم تا این بخشه تا این بخش این کمربند چرخیده و این دو, دو حجم کلی رو دو تا انگار بخش کلی رو به هم دیگه وصل کرده خود طبقه همکف هم به عنوان یک جداره ای که داره به عنوان مسیر به عنوان ویترین پروژه داره کار میکنه هم میتونیم بگیم که خب داره به شکلی این اتصال رو به این اجزا بیشتر میکنه توی همین تیکه ها یک سری اتفاقات توی خود عناصر تکرار میشن مثلا ما داریم این ستون ها رو توی تراس های سمت پیوندهنده این بخش منحنی میبینیم اما خود این بخش میانی هم خود این بخش میانی هم این ستون ها رو به این شکل داره یعنی انگار یک زبانی طرح تر داره به ما معرفی میکنه که من وقتی یک ایوانی یک ستونی دارم یک تراسی دارم میان با یک سری ستون ها توش رو در واقع تعریف میکنم که هر دوتا داره توی بخش مختلف تکرار میشه و باز جزئیات مشابه این جدارهایی که توی اینجا میبینیم هاشیه پنجرهها، پنجره ها دوباره توی این وسط داره تکرار میشه اما چه چیزهایی این دوتا رو از همدیگه داره تفکیک میکنه یه مقدار باعث میشه ما بتونیم تشخیصشون بدیم مهمترین چیز هندسه شونه هندسه ای که توی این بخش ما داره میبینیم به عنوان یک بخش منحنی میاد و تو اینجا به شکل خیلی منظم و قائم تعریف میشه این باعث میشه ما این دوتا رو بتونیم تمایزشون رو به شکل جدی تر ببینیم و جدا از اون بیرون زدگی که این بخش قائم داره کمک کرده به این که بشه راحت تر تفکیکش کرد و جدا از اون توی این سطح خارجی یادتونه من یه اشاره کردم به یک زبان راهی که دور پنجره ها داریم این سطح خارجی دیگه اون زبانه رو تکرار نکرده ساده تر رها شده ساده تر رها شده و فقط اون جداره ها رو نداره و قابل تفکیک قابل تشخیص نسبت باشه و فقط یک با در واقع اون متریالی که داشته تونسته اون شبکه شطرنجی اون زیرنقش خودش رو به ما نشون بده حالا ما پیوندنده که توی این پروژه بررسی کردیم بیشتر اتفاقاتی بود که از جنس حرکت ها و خطوط افقی بود اگر پروژه رو به شکل عمودی از پایین به بالا بررسی کنیم متوجه یک سری تغییرات میشیم متوجه این میشیم که مثلا توی این بخش با عقب نشستگی که طبقه آخر داشته این حجم در واقع بیرونی رو بیشتر جدا کرده توی ترازهای بالاتر هرچقدر که پایین تر این شکست ها کمتر میشه و حجم یک پارچه تر دیده میشه تا اینکه به طراز پایین میرسیم و دیگه داریم یک صفحه صاف میبینیم این صفحه صاف هم بچا اگه دقت کنیم ما اینجا یه نواری داریم یک سایبونی داریم که وقتی از کنار پروژه اصلا رد میشیم خیلی اتفاقاتی که بالا سر داره میفته رو نمیبینیم تمرکزمون همچنان روی این ویترینیه که داره تو پایین دیده میشه خود این کمربند و اون با اون زخامتی که داره بذار تو زاویه بهتری میتونم بتونم نشون بدم خود این کمربنده با زخامتی که داره در واقع داره اون چیز رو اون تفکیک رو بیشتر هم میکنه توی این بخش و نکته پیوندهنده دیگه خود متریاله متریال یکسان توی بخش های مختلف باز داره به ما کمک میکنه که این یک پارچگی رو توی پروژه بیشتر ببینیم خب از این بحث حجممون عبور کنیم و وارد فضاهای داخل بشیم توی تراز همکف ما فضایی رو داریم که به عنوان نمایشگاه قبلا استفاده میشده الان هم البته به عنوان ویترین همون خدمات لوازم جانبی ماشین و اینا داره سایپا ازش استفاده میکنه این فضا ولی خب با ویترین, ویترین های مختلفی که تو یعنی با شلف ها و اینایی که مختلفی که توش قرار داده شده یه مقدار فضا خورد شده به جزئیات کوچکتر. اما حالا توی این فضای همکف ما یک نیم طبقه داریم که اشراف داره به این طبقه پایینی شما تو از این بالا میتونید این طبقه همکف رو ببینید و با دو تا دستگاه پله که توی این بخش و این بخش قرار گرفته این فضاها به هم دیگه وصل شده نگاه کنید بچه ها اینجا پلان رو این فضایی که اون طبقه همکف به عنوان نمایشگاه وجود داره و خب به واسطه همین دبل هایت شدنش به واسطه اینکه شما یه توجه ویژه‌ای دارین یعنی وقتی وارد میشین این فضا رو به عنوان یه فضایی که انگار ارتفاع بیشتری گرفته و بخش‌های مختلف پیش نظارت دارن یه مقدار فضا رو با اهمیتتر کرده این سرسرای ورودی رو حالا عمل کرداش هم البته اینکه مثلا طبقه بالا فکر می‌کنم یه سری بخش اداریه الان که کارهای مرتبط با فروش اون بخش‌های پایین و اینا توی اون بخش داره انجام میشه دستگاه پله رو یه بار دیگه با هم ببینیم این پله پله‌ای که دوباره این تراز پایین رو به این نیم طبقه متصل میکنه از این سمت هم این پله ما رو به در واقع نیم طبقه وصل میکنه نکته اینه که باکس پله اصلی توی این میانه این دو تا بخش رو از هم جدا کرده نیم طبقه رو به دو بخش تقسیم کرده یه بخشی که با این پله دسترسی ارتباط داره و یه بخشی که تو این بخش با این پله ارتباط داره تو این مقطعی هم که براتون قرار دادم میتونید ببینید اینجا میایم بالا و این زون رو داریم از این ور میایم بالا و این زون رو داریم اما بریم توی طبقات بالاتر و ببینیم بخش اداری چه جوری داره کار میکنه توی همه طبقات ما توی این سمت شرقی توی این سمت شرقی از همین باکس پلی هم که عرض کردم خدمتتون توی بخش نزدیک به چداره پشتی و کارکنان بود میایم و به یه سری فضاهای خدماتی وصل میشیم به سرویس های بهداشتی به آبدارخونه ها و همه اتفاقاتی که توی این زون شرقی در موقع حل شده بقیه فضاها فضاهایی هستند که مرتبط با اداره در واقع فضاهای اداری ما هستند دفتر دفترهای مختلف کارکنان و بخش غربی پروژه که بخشهای مدیریتی تو طبقات مختلفن هن. دونه های تو این بخش هستن مثل همین سالن در واقع اتاق اصلی که بخش مدیریته که وصل به اون در واقع منحنی که توی اون بخش اول با هم دیگه توی فرم و توی حجم بیرونی دیدیم حالا یه چیز دیگر رو هم با هم ببینیم ما توی حجم بیرونی که بودیم خیلی راجع به اون بخش بیرون زده صحبت کردیم راجع به شکستگی های اون بخش با هم دیگه حرف زدیم که میشد کجا که میشه اینجا وقتی میایم توی پلان این رو بررسی میکنیم میبینیم که این در واقع بیرون زدگی و فضای تراس مانند اولا که یک سری ستون های توش داره این ستون ها جنبه عمل کردی برای ما ندارن ستون های تزینی هستن و جدا از اون یه تراسی برای ما به وجود آورده که تراس باریکیه این ستون هم که داخل اومدن دن باعث میشه کلا نش ازش استفاده ویژه کرد و جدا از اون وقتی یه سری فضا پشت اینا هستن و این فضا این رو بررسی می می‌بینیم که خیلی نسبت به بقیه اتاق‌ها ویژگی خاصی یا بخش مدیریتی یا اتفاق ویژه‌ای دربارشون نظر عملکردی نیافتاده همه اینا به ما این در واقع نوید رو میدن به ما این پیام رو میدن که توی این پروژه به حجم سازی و به نماسازی توجه ویژه ای شده اتفاقات حجمی که افتاده کمتر جنبه عمل کردی دارن خیلی جنبه عمل کردی توی بخش مختلف ندارن ما دیدیم دیگه این تراسه رو دیدیم دیدیم خیلی منطق خاصی از نظر عمل کردی نداره فضای پشتش ویژگی خاصی ندارن خودشون فضایی اصلا برای نشستن یا استفاده نیستن و جدا از اون اصلا زاویه که نسبت به شهر و به خیابون دارن هم خیلی زاویه ایدئالی برای استفاده نیستش پس میفهمم که تو اینجا چقدر نماسازی و این کیفیت کیفیت مهمیه یه سری اتفاقات با هم افتاده مثلا این بغل بذار رنگش عوض کنیم زرد شاد خیلی دیدنش توی این بخش توی اینجا ما یه پنجره می‌بینیم در واقع انگار انگار یک پنجره می‌بینیم که وقتی جلوشو نگاه می‌کنی می‌بینیم که اینجا بسته است یعنی سایبون‌های تعریف شده که جلوش پنجره‌ای نیستش حالا من نمیدونم توی قبلا هم عکسایی که از قدیمش هم نگاه کردم همین اتفاق افتاده بود خب ولی خب سایبونش هست و انگار که این سایبون ها ما رو فریب میدن که این مس این در واقع ساختار فرضی رو توی اون کوچه کوچه پشتی همچنان حس کنیم ارتباط همچنان برای ما حفظ بشه نظم براش برای اون در واقع ساختار حفظ بشه بچه ها از اهمیت نماسازی گفتیم راجب این بیرون زدگی ها این نشستن ها همه این اتفاقا صحبت کردیم اما هندسه خیلی نکته مهمی توی این پروژه است من وقتش داشتم راجع به مقیاس صحبت گفتم بهتون دیگه این با این شکست ها به اجزای کوچکتر تبدیل شده این سری اتفاق خیلی جالبه مثلا اگه بیام این بخش خالی شده رو از این حجم بیرونی در نظر بگیریم اینجا رو منظورمه حالا ما داشتیم توی بخش های دو بعدیش روش کار می‌کردیم متوجه می‌شدیم که مثلا این این بخش متناسب با اندازه‌ای که توی این بخش های کناری داره اتفاق می‌افته انگار که یک مستطیلی شما توی وسط فرض کنید اینا که بچرخونید و عمودی بذارید حدودا توی این بخش ها میشینه و قرار میگیره این, باز انگاری که داره این پیام متناسب بودن اجزا و هندسی و دقیق بودن این اجزا رو به ما میده وقتی کنار این پروژه قرار میگیری شما حس نمیکنید که عناصر بی ربطن اندازه هاشون نسبت به همدیگه رها شده است و مثلا صرفا اتفاق افتاده است همشون انگار با جزئیات دقیق برنامه ریزی شدن و ترسیم شدن خب بچه این آخرین نکته بود که از این پروژه بررسی کردیم من گفتم حالا متن کامل گزارش ما رو درباره این پروژه میذارم براتون توی کانال تلگرام میتونید از اون کاملتر و دقیقتر این پروژه رو بخونید و ازش استفاده کنید اگر محتوا رو دوست داشتید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و نظرتون کلا درباره این پروژه وارتان و بقیه پروژه وارتان اگر دیدین یا اگر دوست داشتین راجع به پروژه دیگه‌اش با هم دیگه حرف بزنیم برام بنویسین تا بتونیم اونا رو هم با هم دیگه بررسی کنید بازم تشکر بکنم از بچه های دیگه گروهمون گروه مون که رو این پروژه کار کردیم و اساتیدمون استاد خویی و خانم دکتر فرهادی که تو این پروژه خیلی ما کمک کردن و این مسیر رو در واقع بیشتر دقیق‌تر به ما یاد دادن اگر خواستین از کانال ما و محتوایی که تولید می‌کنیم حمایت کنید بهترین کار اینه که کانالمون رو سابسکرایب کنید و ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید و اگر خواستید به صورت نقدی ما رو حمایت کنید در طریق لینک هامه باش میتونید این کار رو انجام بدید دمتون گرم خدا نگهدار